میخوام یه نگاهی بندازیم به تنظیمات مربوط به پلاگین ادیشنال سی اس چک یا همون ایزی سی اس که یه سری گزینه هایی داره که حالا تو قسمت تب ادیشنال سی اس چک میتونیم اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم که حالا تو بحث های مربوط به چک کردن سی اس چه اف این چجوری میتونه عمل بکنه گزین هایی که هست اولا که باید شما تیک enable extension رو که بزنید که غالبا این فعال میشه. Uh, modify only این اسکوپ requests یعنی فقط هایی که توی قسمت این اسکوپ هستن رو بیا و این ادیشنال سی اس چک رو براش بررسی بکن. Uh, اگر گزینه remove csrf header رو بزنید هدرهایی که برای بحث سی اس ار استفاده میشه توی درخواست ها، اینا رو میاد حذف کنه توی ریکوستا. یا اگر سی پارامترها رو بخوای اینجا شما میتونید ریموو بکنید که میاد چک میکنه اگر پارامترهایی که تو بخش بادی هستن و مربوط به سی مثلا سی اس هستن یا همون آنتی سی اس ار هستن یا اینا رو حذف میکنه این میتونه در واقع تو همه ریکوست باش باشه شامل همه ریکوست باشه که ارسال میشن یا اگر مثلا میاد چنج اچ تی متد رو اگر گیت باشه میاد تبدیل پست میکنه چون بعضی موقع اون مکانیزم های امنیتی و پروتکشن ها فقط روی یک متد خاص مثلا تعریف میشن و رو متد مثلا دیگه ای تعریف نمیشن که این چک میکنه ببین آیا این پروتکشن ضعیف انجام شده یا نشد یا میدیا تایپ رو میاد عوض میکنه اون قسمت کانتنت تایپ رو میاد عوض میکنه مثلا فرضش کنید کانورت میکنه بادی یا بدنه رو به جیسون یا یک کانتنت تایپ دیگه ای میاد ارسال میکنه که این بخش ستینگ قسمت CSRF پارامتر و هدر اینجا باز یه سری گزینه هایی دارین که شما باز میتونید بر اساس CSRF پارامترهایی که وجود داره و اون هدرهایی که وجود داره مشخص بکنید که چون اینجا شما تنظیم کردید گفتید که فرضاً هدر و پارامتر رو حذف بشن اینجا اون هدر اون مقادیری که شما میخواید تعریف بکنید که بر اساس اونها بیاد این قسمت حذف بشه مثلا پارامتر حذف بشه یا بخش هدر حذف بشه شما میتونید بهشون یه مقادیر بدین چون بعضی روش های پروتکشن یا جلوگیری از CSRF روش‌هایی هستن که تو هدر میان تعریف میشن مثلا یه توکنی تعریف میکنن یه مقداری تعریف میکنن که بر اساس اون بیاد بحث CSRF بررسی بشه شما میتونید برای تست کردن که اینکه حالا این پارامترها درست تعریف شدن یا نشدن اینجا این مقادیر رو بیاید تعریف بکنید حالا اینجا تو این تصویر میتونید ببینید مثلا پارامترهایی که تو بخش مربوط به هدر هستن فرزن پارامتری به نام XSRF توکن پارامتر authorization origin XSRF token این که پارامترهایی که تو بخش هدر میتونن بیان و شما میتونید اینا رو برش تعریف کنید یعنی تو این بخش شما میتونید اد بکنید و هر کدوم از اینا رو که اگر بخواید اینجا بنویسید و یک پارامتر رو اینجا اضافه بکنید مثلا تو بخش هدر اگر بخواید فرزن حالت آریجین هست بشه آریجین رو می نویسید این رو تو این بخش چیکار میکنید؟ تو این بخش مربوط به هدرها اینو اضافهش میکنید و اینو از اینجا مثلا عدش میکنید یا اگر فرزن شما تو بخش پارامترها بخواید کلماتی مثل CSRF, XSRF, توکن, آوت اینا هر کدوم بخواید ریموو بشه رو درخواستا باز میتونید اینجا بیاید چیکار کنید اینو اضافه بکنید که تو هایی که انجام میدید این اعمال بشه و اینا حذف بشن و ببینید با حذف اینا ریکوست ها وضعیت بررسی اون حملاتی که رو بحث CSRF هست به چه شکلیه تو قسمت ریکوست وایت شما میتونید یک وایت تعریف کنید بر اساس این وایت که اینجا تعریف میکنید تغییرات رو ریکوستا ها انجام نمیشه خب اینجا شما میتونید اون وایت رو بنویسید و اضافه بکنید به عنوان مثال فرضاً من میخوام برای سایت مثلا گوگل https مثلا برای گوگل این اعمال نشه پس میتونم اینو اضافه بکنم تو قسمت مربوط به قسمتی مربوط به پراکسی تو قسمت هیستوری شما میتونید اینجا هم این کار انجام بدید یعنی فرضاً اینجا تو شما تو قسمت هیستوری یک سایت یه بخش خاصی از یک سایت یا یک یورلی که پد داشته باشه مثلا مسیر خاصی داشته باشه من اینجا انتخاب میکنم فرزن این رو انتخاب میکنم البته به حالت ریکوستش انتخاب میکنم حالت را ریکوست شما مثلا اینجا میخواید از این هاست ها این بیا تو وایت لیست قرار بگیره سلیک میکنید انتخابش میکنید گزینه کلیک راست میکنید اد تو ایزی سی اس وایت لیست میزنید وقتی اینو بزنید اینجا چی میشه این اعمال میشه و اضافه میشه و دیگه این پلاگین برای این یو آر ال دیگه رو انجام نمیده هرچند ما اینجا دامنه رو کلی اینجا تعریف کردیم این توی برای پد و مسیر خاص این رو بیاید و تعریف بکنید